خب من گفتم حالا که پشت فرمونیم تیک آخرم درست کنم که عملا دیگه اپ آماده ریلیز بشه، به جز اینکه خب یه حجم زیادی دانلود میخواد برای اینکه بتونم برای اندروید APK بدم که فردا توی شرکت میکنم. آره در واقع تیکه آخر که مونده بود این بود که ما الان مشکلمون اینه که اگر لاگین نکرده باشیم، یعنی من اگر از اینجا خارج بشم و تو اینجاها بچرخم یه سری ارور مرور میگیرم. ارور مرور نمیگیرم یعنی در واقع میتونم بگم 55 تومن رو خرج این کار کردم، ولی خب موقع سابمیت کردن بهم ارور میده چون کی که میفرستم اصلا توکن وجود نداره. و بگم اگه تو اینا توکن نبود بل اجبار منو بیار اینجا که لاگین کنم. چیکار میکنم برای این کار؟ منطقا میرم توی برنامه نویسیم. من میتونم اینها رو اینجا داشتم، اینجا یه دونه فانکشن اضافه کنم برای خودم، یعنی بگم که فانکشن back to config page مثلا، back to login pageش کنم بهتره که واقعا یعنی میخوام لاگین کنم هر جا خواستم هر کی رو بفرستم اینجا. چیا رو میخوام اینجا؟ منطقا scope رو میخوام، منطقا state رو میخوام. درسته؟ اینجوری هم نیستش، اینجوری هم توی جاوا اسکریپت میگم چیکار کن؟ توکن رو مساوی نول کن. یه فانکشن فقط دارم میسم که هر وقت اومد، یعنی من میخوام از اول یوزر لاگین کنه، توکن رو مساوی نول کن. دالر سکوپ لاگد این رو مساوی فالس کن، طرف لاگینم نکرده. مطمئن میشم تو استوریج هم نیستش. استوریج ریموو آیتم کن توکن رو حتی اگر بود. و در نهایت اون چیزی که قبلا دیده بودینش، استیت، استیت من نشون میده برو به کجا؟ به تب کانفیگ، چون که خب توکن وجود نداره، لاگد این نیست، لاگینم رو نشون میده. من هر وقت اینو صدا بزنم منطقا میام اینجا، برم توی کنترلرام، اینجا ها در واقع شروع کنم اضافه کردن این فانکشن. مثلا توی کانفیگ که هیچی، توی داشبوردم، تو کنترل داشبوردم الان میگم هر دفعه که رفتی توش، در صورتی که آیونیک ویو وارد شدی، این ریکوست رو بزن و اینا رو بیا. میگم هر دفعه که رفتی توش، اگر چی نبود، اگر توکن نبود، ایده خوبیه، اگر توکن نبود چی کار کن؟ back to login page رو صدا بزن با scope و state. اگر میخوام اینجا state رو صدا بزنم منطقا باید این بالا پاس کرده باشم، من متغیر state هم میخوام استفاده کنم. یه چیز خیلی ساده نوشتیم. البته میتونم این تیکه رو وردارم که تو بقیهش هم این شکلی کنم. بازم میدونم چه کار میکنم. خب من الان لاگین نیستم، میام تو درآمد، میام تو خرج، میام تو نمای کلی، منو برمیگردونه به لاگین. در واقع چون که میره توش توکن نیست، پس من اون تابم رو صدا میزنه. ولی اینجا هنه. اگر لاگین بودم، میمدم تو نمای کلی، دقیقا ریکوست میزد، بهم نشون میداد. خیلی خوب شد برنامه بود. اینو کپی میکنم میام توی داشبورد تو اکسپنس، میگم توی اکسپنس دقیقا همینه، هیچ تغییری هم نمیخوام. میگم توی اکسپنس هر دفعه که رفتی توش انتر، در صورتی که توکن وجود نداشت برگرد به صفحه اول. در واقع تابه درست کردم برای اینکه جایی دیگه هم میتونم استفادهش کنم. میتونم حتی اینجا هم که هنوز استفاده نکردم بنویسم که اگه یه زمانی هم چنین چیزی اومد داستان نشه. و این توی اینکام چیزو یادم رفت بنویسم، توی بگم سکوپ رو که داری، استیت رو هم لطفاً به این پاس بده. توی دیتیل میگم سکوپ رو که داری، استیت رو هم به این بده. بالا هم که استیت داشتیم، سکوپ هم داشتیم. بذار ببینیم چیکار کردیم. تنظیمات، من میتونم برم تو درآمد بزنم که 555 تومن خرج 5555 کردم، ثبتش کنم، منطقا درست شده. تو نمای کلی میتونم ببینم 555 تومن رو تو درآمدام، تو خرجام میبینم منفی یک کار میکنه. منفی یک فانی بازی ثبت، آره نمای کلی یه تومن خرج کردم، از خرجام کم کردم. بعدم بعد ادیتو درست کنیم. منفی رو حذف نمی‌کنیم، شاید یکی دوست داشته باشه. در واقع همه چی درست کار میکنه و وقتی میام اینجا هم میگه تنظیمات. وقتی میام تو خروج انتظار میده دیگه تو هیچ کدوم از اینا نتونم برم.
state is not defined. تو خرجام state define نشده. اینجا درست بود. فقط توی خرجا اینجوریه. خرجا expense هره. اینجا state رو پاس نکردم. توی خرج، توی این، توی این، توی این. خیلی هم خوبه. در واقع اپ ما الان کاملا فانکشناله. یه کاری الان باید بکنیم. مثلا من تو API ما بذاریم بیارم. API من بعد الان چیزای بهتری برگردونن. در واقع به این میگن development همینجوری چرخشی داریم میریم جلو، الزاماً الا اسکرام نه نمام چی. همینجوری کاملش میکنیم خورد خورد. بیشترین هدف این بود که خیلی سریع شما خروجی ببین. منطقه من بعد اینا مثلا اگر سابمیت اینکام میکنم آوتپوت هم به من ایرور رو بده، در صورتی که ایرور بدم مثلا بگه این توکن ولید نبود، که من بتونم بعدن بیام توی کنترلرام اگر اینجا به من ساکسس داد چک کنم که آیا استاتوس هم اوکی بود. اگر استاتوس هم اوکی نبود ایرور چی بود؟ آیا به من گفتش که توکنتون ولید نیست؟ اگر توکنتون ولید نیست یارو لاگ اوت کنم بفرستم صفحه اول که بتونه لاگین کنه دوباره. مثلا در واقع این ارورا رو باید بتونیم حالا هی هندل کنیم. می نویسیمش توی تودومون. ریتمی. من می زنم که در واقع RESTful Login Service رو نوشتیم. خیلی هم خوبه. Local Storage هم نوشتیم. کار بعدی من اینه که Expand the error message on the server side. Client should understand that token was not valid and refer user to login page. مثلا در واقع میریم سراغ این مرحله بعدم که خب بذاریم تو دو بنویسیم فانی باشه. قبلش میرم سراغ این که create and submit the APK. ما میخوایم اپ دار بشیم. آره ببینیم چی میشه. فعلا شماره سریع و کم مشکلی بود.